ادامه توضیح و تفسیر کتاب نورانی و مقدس نوام الی‌ملخ پرشت و یتسه. او یومر و هایاها توفیم للاوان و کشوریم لیعکوف. این آیه 42 یعنی که گوسفندان نحیف و لاغر مال لاوان بود و قوی مال یعقوب. و هینه کتیب تفیلال آنی کی عطف، یعنی تفیلای شخص مستمندی که در حال پریشانی تفیلا میخونه با دلی شکسته. یعنی تدیق تاریخ لعلوت علامات تختونیم میلمتا لملاعت شرشم. صالح خدا رسالتش اینه که همه عالم پایین تر را ارتقا بده به عالم بالاتر از نظر معنوی. چه این دنیا که دیگه از این دنیا پایین تر نیست، چه حتی تو معنویت. خب تو معنویت هم مراتب هست، نه از نظر مکان که یکی از نظر مکان بالا یکی پایین، برای اینکه مکانی نیست تو معنویت. از نظر مرتبه نزدیکی به نوره، نزدیکی به منشأ نور، بعد بعضی هاشون پایین ترن، بعضی هاشون بالاتر، یعنی نزدیکتر. هرچی نزدیکتر به نور، معنویت قویتر، مرتبه والاتر. بعد صدیق با کارایی که تو این دنیا میکنه همه مراتب پایین تر از نظر معنوی را ارتقا میده که برگردن به ریشه و منشأشون که نوره، از پایین به بالا. این یه اصله. یه موضوع دیگه‌ای که هست اینه که هر چیز پایین‌تر معمولاً یک پوششیه بر یه چیز والاتر. مثلا از انسان شروع کنیم، جسمش لباس روحشه. خود جسم آدم هم لباسی که میپوشه معمولاً از چیزایی هن که پایین تر از خودشن، یا از چرم حیوانه، یا از پشم حیوانه، یا از نباتاته مثل کنف و این چیزا. خلاصه هرچی هست، اون چیزی که انسان را ملبس میکنه مرتبش پایین تر از جسم آدمه، برای اینکه آدم اشرف مخلوقاته. برای اینکه لباس براش درست کنیم باید از پایین تر از خودش استفاده بشه. پس میبینیم هر لباسی معمولا مرتبش از خود اون چیزی که اونا میپوشونه پایین تره. تو معنویت هم همینطوره. هر مرتبه پایینی وقتی هم که ارتقا پیدا میکنه، به اصطلاح ما بگیم میره بالا، اون پایینیه میشه لباس اون بالاییه، و اون بالاییه میشه روح پایینیه. مثل جسم آدم، روحش درونش نهفته. پس هر مرتبه پایین حتی وقتی هم که ارتقا پیدا میکنه در مقایسه با مرتبه بالا میشه لباس و جسم اون بالاییه، و بالاتر از اون وقتی که از بالاتر از خودش را میپوشونه یا ارتقا پیدا میکنه اونم میشه لباس بالاییه، میشه روح پایینیه ولی لباس بالاییه، و همینطور الی آخر. ولی روح همه هستی، همه مراتب، همه عالم، چه معنوی چه مادی، نوره، نور خداه، منشأ نوره. بعد صدیق رسالتش اینه که هی مراحل پایینا ارتقا میده به مراحل بالا. و زنیکرا ایتوف، این با خونده میشه پوشاندن، با اینی که توی آیه تهیلیم یعطف از واژه پریشان حالی و دلشکستگیه، ولی از واژه ایتوف هم هست، یعنی پوشیدن، پوشاندن. پس هر موقعی که یک مرحله پایین میره به مرحله بالا، مرحله بالا را میپوشونه. در این شکل علام نسه لبوش و ایتوف لعلام شنیلو. هر عالم معنوی هم که ارتقا پیدا میکنه
برای که گفتم اینا در مکان نیستن که از پایین برن بالا، از نظر معنوی، یعنی از نظر معنوی پایین ترین یا یکی از پایین ترین، یعنی چیزی که پایینه مرتبه معنوی، وقتی که به نور نزدیک میشه قبل از اون مراتب دیگه هستن که به نور نزدیکن، و همین خاطر مرتبه پایینه الان مرتبه بالایه را مثل لباس میپوشونه، میشه ظاهرش، بالایه میشه باطنش، بعد بالایه هم در قبال بالاتر از خودش هم همینطوره، بالایه میشه ظاهر بالاتر از خودش، بالاتر از خودش میشه باطن خودش، باطن این بالایه. و همین خاطر ربی الملخ میگن دو موضوع دیگه صدیق باید هر مرتبه پایین ارتقا بده به مراتب بالاتر، و این خودش پوشاندن هر مرتبه با مرتبه پایین تر. به زن اکرا ایتوف در اینو شکل اولام نسته لبوش و ایتوف لولام اشنیلو، هر عالم معنوی یه لباسی میشه که میپوشونه عالم والاتر از خودش را، بالاتر از خودش را. به خنت صف کلم ادرگوت تا آخر مراتب که میرسه به منشأ نور. و تفیلا و لشون خیبور که ما نفتوله الهیم، این یکی از اصول تفیلاه که تو خسیدوت خیلی بهش اشاره میکنن که تفیلا از واژه خیبور میاد، در هم پیچاندن یا گره خوردن. نفتوله الهیم همونطوری که راشی زیخرون ریبراخا روی اسم نفتالی میگه که نفتالی از واژه وسال یا گره زدن یا در هم پیچیدنه، برای اینکه وقتی که آدم تفیلا میخونه به خدا باید گره بخوره، وصل میشه. تفیلا موقعی که آدم وصل میشه حداقل افکارش به خدا باید وصل بشه، اگه در مورد اون کلماتی که داره میگه فکر بکنه که خدایا تو بزرگی، خدایا تو رحیمی، تو خدایا تو بخشنده‌ای، و داره در مورد خدا حرف میزنه، بعد اگه بدونم داره چی میگه داره فکر میکنه، بعد دیگه نور علا نوره که احساسش هم اشغال بشه تو این گفته ها و تو این افکار، احساس نزدیکی بکنه، احساس عشق بکنه، هیبت خدا. وقتی که این آیات در مورد بزرگی خدا صحبت میکنن، همون چند کلمه اولش منا اسره های لگادو لگیبور و نورا، خدا بزرگه، خدا قویه، خدا عالیه، همین سه کلمه یه دنیا توش در مورد خدا گفته شده، بعد احساسش هم اشغال میشه. پس احساسش و افکارش و گفتارش و حتی بدنش هم گره میخوره به خدا. تفیلا و لاشون خیبور، میگم تو هر خطی ربی الملخ یک دنیا داره میگه اینجا. بعد دوباره میگن که امیدت ملخوت نکرت آنی دلت لاه میگرمه کلوم که دهی تا بزار. آخرین خصلت خدا که ملخوت خونده میشه، پادشاهی خدایی که در موردش بارها صحبت شده تو همین کلاس ها یا کلاس های دیگه، اون فقیر خونده میشه، کیویاخول نعوذ بالله، برای اینکه بارها گفتیم برای اینکه از خودش هیچ فیضی نداره، همه فیضها از بالا از نه خصلت دیگه خدا به این آخری میرسه، و اونم با اون فیضایی که میگیره کل هستی را اداره میکنه، پادشاهی خدای دیگه. مثلا احسان خدا که یکی از نه خصلتهای خدای، احسان را جاری میکنه توی این خصلت پادشاهی خدا. الان این پادشاه با احسان رفتار میکنه و عالم را اداره میکنه. رحمت خدا همینطور. بعضی موقع لو علین و لو علیخم لو علی اسرائیل ممکنه غضب خدا، گورا جبروت خدا. پس از خودش هیچی نداره، منتقل کننده خصائل و فیضای دیگه‌ایه که از بالا بهش داده میشن، برای این خاطر آنی یا فقیر مستمند خونده میشه.
دلت لا میگر مکروم زار اینا خیلی میگه، از خودش هیچی نداره. ربی الملک درست واضح، یعنی من ندیدم یا اشکال از درک منه، درست این مطالب الان به هم وصل نکردن. با این حال ممکنه که برای که چند تا موضوع را گفتن، یک که صدیق باید مراتب پایین را ببره بالا، دو گفتن که هر مرتبه پایینی لباسی میشه بر مرتبه بالاتر، سه گفتن که تفیلا از واژه وساله، گره خوردن در خدای، چهار گفتن که ملخوت که خصلت آخری خداه از خودش هیچی نداره. حالا اینا رو با هم چجوری بذاریم پیش هم؟ و منظورشون هم اینه که این آیه تهیلیم را تفسیرش بکنن. تفیلا لعانی کی یعطف، ممکنه منظور ربی الملک این باشه که تفیلا یعنی وصل کردن، لعانی وصل کردن کی، آنی آخرین مرتبه این خصائل خدا که ملخوت خصلت پادشاهی خدا که فقیر خونده میشه. و عربی ریمره گفتن که کار صدیق اینه که پایین تر رو ببره بالاتر. کی یعطف، رختی که می پوشاند، طبق اون تفسیر عرفانی که عربی ریمره گفتن، یعنی اگه ملخوت خدا را یکی ببره بالا، ملخوت خدا لباسی میشه روی خصائل بالاتر. ارتقاء پادشاهی خدا هم بارها گفتیم، یعنی آدم یه جوری تو این دنیا زندگی میکنه که اعلام میکنه هم به خودش هم به دیگران که پادشاه خداه، هرچی خدا بگه، حرف حرف اونه نه حرف من. تبلیغ پادشاهی خدا را میکنه، منیت خودش را و منیت دیگران را سعی میکنه که در منیت خدا بشکنه و فنا بکنه. اینا همش ارتقاء آخرین خصلت خداه. تو این دنیا بیشترین خصلت خدایی که پنهان و مستور شده همین پادشاهی خدای، برای اینکه هر کی میاد تو این دنیا فکر میکنه پادشاهه، فکر میکنه هر کاری میخواد میتونه بکنه، هر حرفی میخواد میتونه بزنه. فکر کنم که منظور ربی الملک اینه از توضیح این آیه. تفیلا یعنی وصل کردن، لعانی یعنی مرتبه برای مرتبه پایین تر که ملخوته، اونا وصل میکنه به مراتب بالاتر، کی یعطف که میشه پوششی بر مراتب بالاتر. بعد ربی الملک ادامه آیه را توی تهیلیم توضیح میدن، و لفنه ادونا یشبخ سیحو، و در محضر خدا بیان میکنه استغاثه و خواسته های خودش را. پیروش شد صدیق تاریخ لعلوت به مخشفتو به دوکوتو ادروم معلوت، به خاطر اینکه صدیق با افکارش و با اون وسادی که ایجاد میکنه با خدا باید ارتقا پیدا بکنه تا بالاترین مراتب، روم معلوت شهو مکم هلوون شکولور حمیم، یعنی باید برسه به اون جایی که لوون ها الیونه، یعنی صدیق مثلا توی این مراتبی که عالمی که سیر میکنه به اینی که مثلا به مرتبه دوم برسه و یا سوم برسه و اینها راضی نیست، یعنی ربی الملک راضی نیستن، باید بره برسه به اون جایی که رحمتیه بدون حد و مرز، بدون شرط و قید، که گفتیم فکر کنم طبق اون چیزهایی که قبلا ربی الملک گفتن یا 13 خصلت رحمت خدای که اون تاج پادشاهی خدای والاترین خصلت الهی تو این سیستم، یا از اون بالاتر به دنیایی که قبلا ربی الملک بهش اشاره کردن، آدم کدمون، اونجایی که رحمت و احسان و اینها
هیچ حد و مرزی نداره، هیچ شرط و شروطی نداره. دیگه نزدیک نزدیک میشه، از اون دنیا هم بالاتر هست، ولی عارفان ما بسیار بسیار اونها را با رمز و اشاره بهشون اشاره کردن، نه به وضوح. برای اینکه همون اونها را هم که اشاره کردن، کی میفهمه اونا چی هن؟ فقط کسایی مثل ربی الملخ اینها درک میکنن اونا چی به، حالا چه برسه به بالاتر از اونها. خلاصه اون چیزی که ربی الملخ میخوان بگن، صدیق وقتی میخواد سیر کنه خودش و همه دنیا را ببره بالا به مراتب مثلا سوم و چهارم و پنجم و هشتم و نهم و اینا، راضی نیست، میره تا عرش. به زهر و لیفنه هشم، اینه که میگه در محضر خدا. ممکنه که منظور ربی الملخ اینه که میره تا جلوی خدا. لیفنه هشم یعنی محضر خدا، جلوی خدا. لیفنه یا میشه جلوی کسی یا میشه ما قبل یه چیزی. همه این سیستمی که ما گفتیم، هر خصائل خدا توی چهار حرف شم هبریا بهشون اشاره شده. مثلا یود مطابق دانش خدای، خخمای، ه مطابق فهم خدای، واو مطابق شش خصلت خدای، هی آخر مطابق خصلت پادشاهی خدای، بعد روی یودم یه تاجکیه که مطابق اون تاج خدای کتر. از اون بالاتر میشه ما قبل این حروف و ما قبل این خصائل، یعنی از اونها هم بالاتر، لیفنه هشم، تا اونجا ارتقا پیدا میکنه. پس اینطوری میشه که تفیلا لعانی کی عطف، یعنی که همه این عالمهای پایینتر را ارتقا میده که بپوشونن بشن لباس چی؟ نور، خود نور، منشأ نور، لیفنه هشم. به زهو و های عطفیم للاوان. برمیگردیم توی آیه، آیهی که توی پرشد و یتسه است. اونجا میگه که و هایا عطوفیم للاوان، منظور آیه میشه که لاغرا، گوسفندهای لاغرتر و نحیفتر مال لاوان بود، ولی طبق این تفسیر عرفانی ربی الملخ منظور اینه که گوسفندها اینجا اشاره است به عالم معنا که همدیگر را میپوشونن، یعنی همه هما بپوشونن تا بپوشونن اون لاوان، لوون هایلیون، اون سفیدی محض، یعنی اون رحمت بیکران و بی حد و مرز، اون عالمی که فقط رحمت آشکاره، فقط رحمت بدون شرط و قیده. و هایا توفیم للاوان، برای این که رفته لیفنه از شم سیخو، یعنی همه مراتب رو طی کرده، رفته یا در محضر خدا گفتیم یعنی خود نور، یا لیفنه هشم یعنی بالاتر از همه این مراتب معنوی که اشاره شده در موردشون تو حروف مقدس اسم اعظم خدا.